بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين. معاصران گرامی، امیدوار هستم که ایام خوب و خوش را سپری کرده باشین و از گزند حوادث در امان الله متعال جل جلاله بوده باشین. و قسمت دوم جلسه درسی خمان شما در حقوق بین الملل سمستر ششم میرسیم. در این قسمت من شما بحث را تحت عنوان حقوق بین الملل دریاها با بررسی میگیریم. جلسه هفته گذشته با هم معاصران گرامی من شما تابعان حقوق بین الملل را مطالعه کردیم. در پهلوی تابعان حقوق بین الملل من شما با هم مطالعه کردیم، بحث را تحت عنوان قلم و بحث تحت عنوان دولت را مطالعه کردیم، سرزمین قلمرو را مطالعه کردیم، قلمرو خشکه و رژیم سرحدی را با هم مطالعه و بررسی نمودیم. حالا میپردازیم به بحث تحت عنوان از این که حقوق بین الملل دریا چیست، با کدام موارد و موازین را در بر میگیرد. قبل از این که حقوق بین الملل دریا را برای شما تعریف کنم، میخواهم رو بحث را داشته باشم روی از این که حقوق بین الملل دریا از چه جایگاه عمده و اساسی برخوردار میباشد و حائز کدام اهمیت عمده و اساسی در این راستا میباشد. طوری که برای همه من و شما به صورت واضح مبرهن و آشکار است که حیات جامعه بین المللی بستگی بیشتر به ارتباطات دریایی دارد و از این راستا دولت ها توانستند که با هم در رشد چشمگیر اقتصادی و سیاسی را داشته باشند. تسلط بر دریاها نه تنها در عرصه اقتصاد و سیاست عامل عمده بوده، بلکه در عرصه نظامی و بحث رونمایی از قدرت گسترده نظامی کشورها را به صورت اساسی بازگو و بیان می نماید. بعد از اینکه دولت‌ها دیگر نمی‌توانستند که تنها محدود و منحصر بودن آنها به فعالیت‌های خشکی نمی‌تواند آنها را به گام‌های مؤثر از رشد توسعه و ترقی برساند، ایشان به این سنه و به این عقیده بودند که باید به هر نحوی از آنها تعاملات بیشتر دریایی را در این راستا داشته باشند، که بدین جهت اکثریت کشورهای جهان خواستند که رو بیارن به بحث تحولات دریایی رو داشته باشن و تحولات عمده دریایی که در این راستا گفته می کنیم نقش دریاها به صورت اساسی چشمگیر و اساسی می باشن. حالا می پردازیم مثلان گرامی به بحث تحت عنوان حقوق بین الملل دریا. تعریف می کنیم که حقوق بین الملل دریا چیست مثلان گرامی و بعد می پردازیم به بحث تحت عنوان از این که حقوق بین الملل دریا حائز کدام موارد و بحث‌ها می باشد و کدامین موارد و موضوعات را در بر دارد. حقوق بین الملل دریا را تعریف می کنند که عبارت از مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بوده، که تابعان حقوق بین الملل آن را در قسمت‌های مختلف دریایی بر آن عمل می کردند و آن عمل می کنند. تابعان حقوق بین الملل در قسمت‌های مختلف دریایی با آنها عمل می کنند. یا به عبارت دیگر گفته می توانیم که حقوق بین الملل دریا عبارت از مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بوده، که هم به نقل دریایی قواعد حاکم بر دریاها را به صورت اساسی بررسی می نماید. ما هرگاه روی این تعریف حرف بحثهای را داشته باشیم، پس به این عقیده و بحث می رسیم که حقوق بین الملل دریا از شاخه های نوین حقوق بین الملل می باشد که از جایگاه عمده و اساسی برخوردار می باشد. خب محصلان گرامی، هر زمان شما این تعریف را با هم ریشه یابی نمایید یا تحلیل نمایید، با سه کلید واژه اساسی حقوقی مواجه میشه. کلید واژه اول حقوقی، تنظیم مناسبات دریایی. کلید واژه دوم، بحث محدودیت ها میباشد و کلید واژه سوم را گفته میکنیم که بحث تحت عنوان از این است که چگونه دولت ها توانسته باشند این اختلافات را جلوگیری کنند و صورت اساسی در روابط بین المللی و دریاییشان. حالا من شما یک بحث دیگر را در اینجا با هم بررسی می‌گیریم که بحث تحت عنوان حقوق بین الملل دریایی و حقوق بین الملل دریاها میباشد. که هر یک از اینا از لحاظ مفاهیم از همدیگر از جایگاه عمده و اساسی را برخوردار میباشد. حقوق بین الملل دریایی را معاصران گرامی تعریف میکنند که عبارت از مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی است که این قواعد و مقررات حقوقی ناظر است بر امور شخصی تابعان حقوق بین الملل در امور ناظر است بر امور شخصی افراد حقیقی با اشخاص حکمی در سطح بین المللی.
بر این اساس است و بر این بس است که حقوق بین الملل دریایی را شاخه‌ای از حقوق تجارت می‌پندارند که روابط و مناسبات اشخاص حقیقی را با اشخاص حکمی یعنی تابعان حقوق بین الملل در عرصه دریایی ترتیب و تنظیم می‌نماید. وجه افتراق حقوق بین الملل دریا و حقوق بین الملل دریایی در این محور اساسی می‌باشد که ما گفته میتونیم در این محور اساسی میباشد که حقوق بین الملل دریا و حقوق بین الملل دریایی از تفاوت‌های عمده و اساسی یک از لحاظ قواعد حقوقی و ساختارهای حقوقی میباشد. از لحاظ قواعد حقوقی و ساختارهای حقوقی میباشد. بحث دومی را که در این راستا مطرح میکنم بحث تحت عنوان منابع ایجاد کننده آنها می باشد. منابع ایجاد کننده می باشد. بحث سوم از لحاظ ضمانت اجرا می باشد. از لحاظ ضمانت اجرا. و بحث چهارمی را که در این راستا مطرح می کند از لحاظ بحث تحت عنوان رسوم و عادات بین المللی می باشد که این رسوم و عادات بین المللی بیشتر در کدام موضوع حاکم می باشد. بدین جهت است که گفته می تانیم حقوق دریایی یا بین الملل دریایی که حقوق بین الملل دریایی نسبته می شود در دو بحث متفاوت و اساسی مطلب بحث قرار می گیرد. خب حالا مثلان گرامی، وقتی من شما و چه تفکیک میان حقوق بین الملل دریا و حقوق بین الملل دریایی را با هم دیگر فهمیدیم، حالا بهتر و این است که ما باید با هم درک کنیم و بفهمیم که حقوق بین الملل دریا از چی جایگاه عمده و اساسی برخوردار می باشد و چی بحث عمده ای را دارا می باشد و چرا از این مفهوم اساسی برخوردار می باشد. حقوق بین الملل دریا را گفته می داریم که بحث مهم و اساسی است که تحت این عنوان با هم به بررسی گرفته می شود که اول سبب رونق تجارت دریایی می شود، تنظیم امورات دریایی، جلوگیری از اختلافات در دریاها می باشد و بحث دیگر تحت عنوان این است که ما برای هر منطقه دریایی تعریف مختصر و تعریف مشخص و واحد را داریم، نحوه حل اختلافات دریایی و مشکلاتی که در این راستا مطرح می باشد و آنها را چگونه و به کدام طریقه ها حل می کنیم. در مورد جایگاه ارتباط دریایی در توسعه بشری امروزی گفته می داریم که بشریت امروز توانسته است مبتنی بر یک سلسله مبتنی بر بشریت امروز توانسته است که بشریت امروز توانسته به صورت عمده و اساسی مبتنی بر تبادلات دریایی در جایگاه نهایت عمده و اساسی رسیده باشد، در جایگاه نهایت عمده و اساسی برسند. بدین جهت است که علی رغم یک سلسله مشکلاتی که در این در دریاها وجود دارد، اما وان هم حضور کشورها در آن به صورت اساسی و مطرح وجود دارد. روی اهمیت حقوق بین الملل نه تنها از بحث تعامل سیاسی و اقتصادی گفته میتونیم تا سایر موارد یا بحث‌های دیگر همچنان در این موارد نهفته است که ما به صورت اساسی آنها را با هم به بررسی میگیریم. بنابراین گفته میتونیم که بحث حقوق بین الملل دریا و جایگاه اساسی آن که در تحولات و توسعه بشری امروز مطرح می شود از جایگاه عمده و اساسی برخوردار است و سبب تکامل بشریت در بخش های مختلف و حوزه های مختلف گردیده می باشد. بدین جهت است که ما تاکید بیشتر ما روی از این است که باید این حق تنها محدود منحصر و گروه های خاص و افراد خاص نبوده باشد. باید کلیه افراد و اشخاص در این راستا حرف و دست باز را داشته باشد. علل خصوص کشورهای وابسته به خشکر و این حق را برای آنها در نظر گرفته شود. این است مثلان گرامی بحث اهمیت حقوق بین الملل دریا با هم در این راستا حرف بحث را داشتیم ما بیان کردیم. حالا می‌پردازیم مثلان گرامی و این بس که موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل دریا چی است. موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل دریا را گفته می‌تانیم که شامل آب‌های زیستی، آب‌های سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه مجاور، بحث فلات قاره و بحث تحت عنوان رژیم حقوقی حاکم در مورد تنگه‌های بین المللی و بحث تحت عنوان ابحار آزاد و اصول حاکم در باره ابحار آزاد است که از آنها به عنوان مسائل مختلف و بحث‌های مختلف یاد می شود. پس مثلان گرامی وقتی که من شما بحث را تحت عنوان
موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل دریا فهمیدیم، حالا میپردازیم به بحث تحت این عنوان که مواصلان گرامی آبهای داخلی چی است و این آبها از چی مجال و اهمیت برخوردار میباشد و چی جایگاه اساسی را در این راستا برخوردار میباشد. آبهای داخلی را تعریف میکنند. آبهای داخلی یا آبهای ملی عبارت از مجموعی از قطعات آبی است که در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی قرار داشته و تحت حاکمیت یک دولت معین و مشخص قرار دارد. تکرار میکنم، آبهای سرزمینی، آبهای داخلی یا آبهای ملی عبارت از مجموعی از قطعات آبی است که در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی قرار دارد و تحت حاکمیت یک دولت معین و مشخص قرار دارد. آبی است که دولت در مسیر در بالا بر بالای آنها اعمال حاکمیت می نماید و آبی است که اگر در دولت مسیر هم قرار داشته باشد، دولت مسیر می تواند بر بالای آن اعمال مالکیت اعمال حاکمیت نماید، نه اعمال مالکیت. اما در آبهای داخلی بحث مالکیت بحث تحت عنوان مالکیت آب داخلی برای دولت در مسیر مطرح نیست، بلکه برای دولت در مبدأ مطرح می باشد. آب داخلی را گفته می تانیم که جایگاه نهایت عمده و اساسی برخوردار می باشد و امروزه منهج حل اختلافات میان دولت‌ها در سطح جهانی می باشد. آبهای داخلی را تعریف می کنند که آبهای داخلی از جایگاه عمده و اساسی برخوردار می باشد در حقوق بین الملل دریا و چی جهت از جایگاه عمده و اساسی برخوردار است مثلان گرامی و جهت از بحث عمده و اساسی برخوردار است که سبب می‌گردد تا در عنوان مسائل مباحث حقوق بشری در آنها به صورت اساسی مطرح شود. چنان آبهای داخلی یک کشور شامل خط مبدأ آبهای سرزمینی یک کشور می شود و راه‌های آبی آن مانند رودخانه ها، آب خلیج‌های کوچک و غیره می شود و آبهای داخلی تحت حاکمیت و عمل کرده مستقل یک کشور قرار دارد و در هر نوع قوانین و استفاده از آن وابسته به همه کشور می باشد. بنابراین گفته می دانیم که بحث مالکیت یا حاکمیت بر آبهای داخلی از بحث های اختلاف آمیز است که در این راستا مطرح می شود، ولی به عنوان نمونه کانادا ادعا می کند که بخشی از آب گذرگاه شمال غربی که جزء از آب داخلی کشور است و طور کامل در اختیار کانادا است و هم آمریکایی ها و بسیار کشورهای دریایی این آب را یک تنگی بین المللی می دانند و این مراحل کشتی‌های خارجی حق عبور ترانزیت را از آنها دارا می باشد. پس بدین جهت است که آب داخلی از جایگاه نهایت عمده و اساسی برخوردار می باشد و گاهی هم بحث فروش هم به صورت اساسی می تواند که مطرح بحث بوده باشد. خب مسئله گرامی، ما دانستیم که در بحث از حالات مبتنی بر بعضی از موارد آبهای داخلی تحت حاکمیت و مالکیت کامل یک دولت قرار دارند، ولی موارد اختلافی هم بود که من برایتان مثال از کانادا، دولت کانادا ارائه کردم در گذرگاه شمال غربی آن که مجز حاکمیت کامل خود بپنداشت. آب دومی که در اینجا مطرح می شود مثلان گرامی بحث آبهای سرزمینی یا آبهای زیستی می باشد که آب زیستی مثلان گرامی چی است؟ بحث اول اهمیت آب زیستی در کدام موارد خلاصه می شود و بحث دیگر تحت عنوان دیدگاه حقوق بین الملل در مورد آبهای سرزمینی کنونسیون سال 1982 می باشد. ما در مورد بحث آبهای زیستی گفته می تانیم که عبارت از مجموعی از قطعات آبی است که تحت حاکمیت و مالکیت دولت معین قرار دارد، شامل آبگیرها، دریاهای تحت حاکمیت، خلیج‌ها که پشت خط مبدأ مستقیم دولت ساحلی قرار دارد یا به عبارت دیگر گفته می تانیم که آب زیستی یا سرزمینی عبارت از مجموعی از قطعات آبی است که تحت حاکمیت و مالکیت کامل دولت قرار دارد و تحت پشت خط مبدأ مستقیم قرار دارد آب زیستی و سرزمینی مطابق ماده دوم کنونسیون سال 1982 ویانا که تسجیل گردیده اینها را آب زیستی و سرزمینی که در
ماده دوم کنوانسیون سال 1982 در تسجیل گردیده از دولت حاکم در آن دارای حاکمیت کامل می باشد، نه مالکیت کامل. پس مثلاً گرامی وقتی که بس حاکمیت بوده باشد، بس مالکیت هم به صورت اساسی مطرح بحث قرار می گیرد. به صورت اساسی مطرح بحث قرار می گیرد که شامل به صورت اساسی مطرح بحث قرار می گیرد و بر اساس کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها حد اکثر آبهای سرزمینی 12 مایل دریایی که 259 متر مربع می شود می گردد و خط مبدئی که برای تعیین دریای سرزمینی به کار گرفته می شود پایین ترین حد جزر دریایی می باشد. پایین ترین حد جزر دریایی می باشد. واژه آبهای زیستی و سرزمینی برای نخستین بار از لحاظ مفهوم تاریخی برمیگرده و اصل قدیمی حاکمیت بر دریاها می باشد که بر آنها تحت هر کشور کشورهایی که دارای آبرای دریایی بوده دریاهای بیشتر زیاده را تحت سلطه خود قرار داده و در آن منطقه در آنجا منطقه حاکمیت مطلق و بلا منازع خود را اعلان نموده. خب در آیا در محدوده آبهای زیستی و سرزمینی گفته می دانیم که بحث تحت عنوان حق عبور کشتی رانی هم از کناره های دریا و یا همچنان گفته می تانیم حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی به صورت اساسی مطرح بحث می باشد. اهمیت آبهای سرزمینی در دفاع از قلمرو می باشد بحثی اول. بحث دوم گفته می تانیم که در پهلوی دفاع از قلمرو مبتنی است، منحصر و وابسته می باشد و بحث تحت عنوان از این که چگونه یک دولت به صورت اساسی میتواند از این آبهای خود دفاع نماید و این بحث برمیگردد و بحث تحت عنوان حق حاکمیت بر دریاها میباشد. نحوه اعمال حاکمیت و استفاده سایر دولت از آبهای سرزمینی، حق عبور ترانزیت و حق عبور بدون ضرر را دارا می باشد. مثلان گرامی منطقه نظارت یا مجاور چی است؟ مثلان گرامی واسی جایگاه عمده و اساسی برخوردار می باشد که ما در قبال منطقه نظارت و مجاور چی بحثهای را دارا می باشیم و چی گونه برای آن یک تعریف درست و اساسی را می تانیم ارائه نماییم. منطقه نظارت یا مجاور مثلان گرامی و عبارت از مجموعه از خطاط یابی گفته می شود و مجموعه از خطاط یابی گفته می شود که در مجاورت دریای سرزمینی که در آن دولت ساحلی دارای حقوقی به منظور اعمال حاکمیت خویش می باشد قرار دارد. تکرار می کنم. منطقه مجاور یا نظارت عبارت از مجموعه از قطعات یابی است که در مجاورت دریای سرزمینی قرار داشته که در آن دولت ساحلی دارای حقوق به منظور اعمال حاکمیت می باشد. پیشینه تاریخی منطقه نظارت یا مجاور برمیگرده به قرن 18 میلادی و قوانین گشتنی از دولت شاهی بریتانیا و منظور جلوگیری از نقض حاکمیت تخلفات گمرکی مالی و مهاجرتی و بهداشتی نظارت داشتند. طبق کنوانسیون سال 1958 میلادی چنین مناطق نباید بشد 12 مایل دریایی از خط مبدأ آبهای سرزمینی که بر اساس اندازه‌گیری می شود گسترش داشته باشد. در صورتی که کنوانسیون سوم حقوق دریاها تاکید بر این بحث دارد که منطقه دریای سرزمینی منطقه نظارت روی هم رفته می تواند 24 مایل دریایی پهنا داشته باشد یا 24 مایل دریایی را به صورت اساسی در اینجا داشته باشد. خب مثلان گرامی وقتی که من شما این مسئله را درک کردیم و حسب دیدگاه ماده 24 در حسب دیدگاه کنوانسیون حقوق بین الملل دریا ماده 24 و ماده 12 کنوانسیون 1958 ژنوا در مورد این منطقه گفته می توانیم که عرض این منطقه نباید 24 مایل دریایی بهتر بوده باشه و دولت ها می توانند در آن اعمال حاکمیت نمایند. اهمیت منطقه نظارت و مجاور را گفته می توانیم در سی بحث اساسی مطالعه می شود: جلوگیری از نقض حاکمیت، جلوگیری از تهدیدات امنیتی بحث دو و بحث سوم تطبیق قوانین به صورت بهتر و اساسی تر می باشد.
خب معسلان گرامی، بحث من و شما منطقه نظارت و مجاور بود که این را به صورت اساسی درک کردیم و فهمیدیم. حالا میریم به بحث تحت عنوان منطقه انحصاری اقتصادی. منطقه انحصاری اقتصادی چیست معسلان گرامی و شامل کدام بحث ها می شود؟ قبل از این که من و شما بریم وارد بحث منطقه انحصاری اقتصادی گردیم، میخوام یک بحث دیگر را هم برای شما داشته باشم که وضعیت حقوقی منطقه نظارت یا مجاور و دومین منطقه دریایی از چه جایگاه برخوردار می باشد. منطقه نظارت یا دومین منطقه دریایی که در 24 مایلی خط مبدأ دریای سرزمینی قرار دارد، کشور ساحلی می تواند بعضی اقدامات نظارت کننده را که شامل 4 مورد است انجام بدهد: جلوگیری از نقض قوانین گمرکی، جلوگیری از نقض قوانین مهاجرتی و مجازات اشخاصی که قوانین مهاجرتی را در قلمرو کشور ساحلی دریایی نقض می کند. دو، سوم، جلوگیری از نقض قوانین مالیاتی ساحلی می باشد. و چهارم این است که در اینجا می تواند فعالیت های مهم بنگاهی و اقتصادی را در اینجا دولت دارای آبهای ساحلی داشته باشد. سومین منطقه دریایی که مطرح می شود منطقه نظارت یا مجاور می باشد. منطقه نظارت یا مجاور عبارت از آن بخش از آبهای در آبهای آن بخش از بعد از منطقه مجاور و نظارت قرار دارد که بعد از منطقه مجاور و نظارت قرار دارد عبارت از مجموعه استطاعات آبی است که در مجاورت دریای سرزمینی قرار داشته و در آن دولت ساحلی دارای حقوق به منظور اعمال حاکمیت خویش می باشد. منطقه انحصاری اقتصادی را گفته می کنیم که به طور کلی در عرض 200 مایلی دریایی برابر با 370 کیلومتری از خط مبدأ ساحلی از پایین ترین خط حد جزری قرار دارد و در اینجا هم گفته می تانم که کشور متذکر دارای حقوق به منظور اعمال حاکمیت می باشد. پیشینه تاریخی منطقه انحصاری اقتصادی برمیگردد و کنفرانسی که در سال 1971 میلادی در توسط نمایندگان کنیا صورت گرفت. بعدا قبل تر از این در سال 1945 میلادی تمایل روزافزون کشورها و گسترش محدوده حدود ساحلی دولت ساحلی نقطه میزنند که بحث منطقه انحصاری اقتصادی را مطرح کردند و بعدا توسط کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها مورد تایید و پذیرش قرار گرفت و بعدا همچنان گفته می دانیم که منطقه انحصاری اقتصادی و جلوه از خاص دولت های در حال توسعه برای توسعه اقتصادی و کسب کنترل بیشتر می باشد. بنان این منطقه در حدود 200 مایلی از نقطه ساحلی قرار دارد و 36% کلی از مساحت دریاها را تشکیل می دهد. منطقه نظارت یا منطقه مجاور. پس بدین جهت گفته می تانیم که منطقه انحصاری اقتصادی را قطاع تابعی است که در عرض 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی قرار داده تعریف کردیم و تحت حاکمیت دولت معین قرار دارد. پیشینیان را با کنفرانس و سالهای 1945 و 1971 بررسی کردیم. نحوه اعمال حاکمیت را گفته می تانیم که در نحوه اعمال حاکمیت در منطقه انحصاری اقتصادی برمی گردد و بحث تحت عنوان اکتشافات دریایی است. بحث تحت عنوان اکتشاف و در مورد منابع طبیعی، لوله گذاری، آزادی کشترانی و کیبل کشی می باشد. هدف تعیین منطقه انحصاری اقتصادی حمایت از دول در حال توسعه و جلوگیری از نقض حاکمیت می باشد. کشورهای ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی دارای حقوق و صلاحیت های ضروری باشد. حق و منظور اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع طبیعی. فعالیت های مربوط به بهره برداری از منطقه اقتصادی مانند باد، آب و جریان های دریایی برای تولید نیرو و انرژی، احداث جزایر مصنوعی، تأسیسات و ساختمان ها و تحقیقات علمی و بحث دیگر را که در اینجا دارا می باشد مثلان گرامی، بحث تحت عنوان
تحت عنوان انجام تحقیقات علمی مطابق مواد 55 و 56 عهدنامه حقوق دریاها می باشد. خب محصلان گرامی، وقتی من شما با هم مورد را درک کردیم و فهمیدیم که منطقه انحصاری اقتصادی هستی جایگاه عمده و اساسی برخوردار می باشد، در اینجا ما می پردازیم به بحث تحت عنوان از این که جزایر مصنوعی چگونه ایجاد می شود؟ آیا هر کشوری حق ایجاد آن را دارد؟ آیا شرط و شرایط و قیود در این راستا وجود دارد یا خیر؟ و یا هم به عبارت ساده‌تر گفته می دانیم که در این راستا چه حرف و تحول وجود دارد؟ جزایر گفته می دانیم که بحث تحت عنوان جزایر مصنوعی که در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 در بسیاری از کشورها دست به انجام این کار دادن و خودنمایی میکنند. بعد احداث جزایر مصنوعی از ابتدای 1300 میلادی کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری خشان دست به اقدام تأسیسات این جزایر نموده بوده. در دست و اقدام انجام و تأسیسات این جزایر می نمودن. ولی در این راستا با یک سلسله محدودیت ها و موانع موجود بودن که نمی تانستن با آسانی دست به انجام این کارها و این موارد را انجام بدن. بنابراین جزایر مصنوعی عبارت از مجموعی از قطعات جغرافیایی دست ساخت بشر است که بر اثر یک سلسله تحولات و تبادلات مکانیکی در بطن دریاها ایجاد می شود. پیامک های احداث جزایر مصنوعی را مثلان گرامی گفته می تانند که چندین پیامد اساسی را در این راستا دارا می باشد. این پیامد ها می تانند پیامد های اثرات زیست محیطی داشته باشد، اثرات اختلافات حقوقی میان دولت ها را ایجاد نماید و باعث ایجاد یک سلسله جنگ های گسترده و خونین بر سر توسعه قلمرو میان دولت ها گردد. فراتر از بحث تحت عنوان جزایر مصنوعی دیگر را که در اینجا گفته می توانیم بحث پیامدهاش پیامد خیلی شدید زشت محیطی را در این راستا دارا می باشد که این پیامدها به عبارت ساده‌تر یعنی به نحوی از آنها توجه نهادهای مهم به این اندلی را به خود در این راستا کسب نموده است. بنان تأثیر زیاد جزایر مصنوعی بر بحث آبزیان دریایی هم بوده می تواند. خب مثلان گرامی حالا میریم به بحث دیگر تحت عنوان آب‌های ساحلی می باشد که آب ساحلی چی است؟ ما آب ساحلی را چگونه تعریف کرده می دانیم؟ آب ساحلی عبارت از مجموعی از قطعات آبی است. آب ساحلی عبارت از مجموعی از قطعات آبی است که در مجاورت ساحل یک کشور قرار داشته تحت حاکمیت و مالکیت کامل یک دولت قرار دارد. و عبارت دیگر گفته می دانیم که آب ساحلی عبارت از مجموعی از قطعات آبی را گوید که تحت حاکمیت و مالکیت کامل یک دولت قرار دارد و هیچ نوع بحثی در این راستا بر بالای آن وجود ندارد. پیشینه آبهای ساحلی برمیگردد و اوایل زمانی که دولت‌ها تأسیس گردید. هنگامی که دولت‌ها تأسیس گردید برای از اینکه توانسته باشند جلو تجاوزات احتمالی را از طریق دریاها گرفته باشند و در این راستا گام‌های عمده و اساسی را برداشته باشند، آنها را آوردند به بحث تحت عنوان از این که چگونه می توانند جلو خطرات احتمالی را از طریق دریاها گرفته باشند. اینجا بود که بحث آب ساحلی را تعریف کردند. در گذشته ابتدا 3 مایل دریایی و 12 مایل دریایی و بعد هم رأس گلوله دوم را تعیین نمودند که امروز حدود 24 مایل دریایی آبهای ساحلی را دارا می باشد. محدوده آبهای ساحلی را گفته می توانیم که هر نوع استفاده از آب ساحلی یک کشور مستلزم اخذ اجازه از آن کشور می باشد. کنوانسیون حقوق دریاها مصوبه سال 1982 میلادی عرض آبهای ساحلی را 18 مایل دریایی تعیین نموده، اما دید کنوانسیون ژنو در سال 1952 حدود 24 مایل بحری تعیین نموده. میثاق جامع ملل عرض آبهای ساحلی را تا محدوده دفاع آن کشور از قلمرو خود دانسته بود در ابتدا، اما با تعدیلی که در این راستا مطرح گردید میثاق جامع ملل عرض آبهای ساحلی را در حدود 9 مایل دریایی تعیین نموده بود. اما دیدگاه دولت‌های معاصر این است که باید عرض آبهای ساحلی فراتر و گسترده در بوده باشد. اما امروزه اجماع واحد جهانی که این راستا مطرح می باشد و ما را این است که عرض آبهای ساحلی باید در حدود 24 مایلی بوده باشد.
حقوق کشورها در آبهای ساحلی در دول حاکمه در آبهای ساحلی دارای حاکمیت و مالکیت است و حق هر گونه اکتشاف، بهره برداری و استخراج مواد را دارا می باشد، الا قواعد وضع شده و استثناءات مندرج در قواعد در سطح بین المللی می باشد. می پردازیم و بحث خیلی مهم من شما در اینجا که تنگه های بین المللی می باشد. تنگه های بین المللی چی است و از چی بحث اساسی برخوردار می باشد؟ ما برای تنگه های بین المللی چی بحثی را میتونیم تعریف کنیم؟ از جمله کلیدی ترین بحث هایی که در حقوق بین الملل دریا مطرح می شود ما را بحث تنگه های بین المللی می باشد که از چی جایگاه برخوردار است. ابتدا تنگه را تعریف می کنیم، پس میریم به اهمیت تنگه های بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل معاصر و کشورها می پردازیم. آبراها، تنگه های بین المللی، آبراها و تنگه های بین المللی را گفته می توانیم که برای اصطلاح دقیق و تعریف دقیق ارائه می کنند و در هیچ یک از کنوانسیون ها و کنفرانس های وابسته به سازمان ملل متحد تعریف دقیق ارائه نکرده، ولی همین قدر گفته می توانیم که تنگه های بین المللی عبارت از معبر باریک یا طبیعی یا بخش از آب است که دو قسمت بزرگتر از آبرا را با هم وصل می کند. تکرار می کنم، تنگه عبارت از تنگه های بین المللی عبارت از معبر باریک و طبیعی است. معبر باریک و طبیعی است که دو قسمت از دریاها و یا بخش از آب است که دو قسمت بزرگتر از دریاها را با هم دیگر وصل می کند. دو قسمت از دریاها بارا و یا هم دو قسمت بزرگتر از آب را با هم وصل می کند. ارتباط سرزمین های دوردست با یکدیگر، ارتباط سرزمین های دوردست با یکدیگر با آسانی ممکن نبود است. ارتباط سرزمین های دوردست با آسانی با یکدیگر ممکن نبود مگر تحولی که در پیشرفت صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی ممکن بوده باشد. یک از این جمله این پیشرفت ها را گفته می زنه بحث تحت عنوان از این است که ما باید از این آبراها به صورت درست و اساسی استفاده بکنیم و این آبراها در کنترل یک دولت خاص و نیروهای خاص نبوده باشد. از جمله مؤلفه های ژئوپلیتیکی گفته می تانیم در مسیرهای دریایی تنگه های دریایی می باشند که دارای ساختار ژئوپلیتیکی و نهایت مهم است و عوامل قدرت یابی بسیار مهم محسوب می شود. امروزه تحولات جدیدی گفته می تانیم از تحولات جدیدی که صورت می گیرد روی نقش تنگه های بین المللی نقش بسیار اساسی را دارا می باشد. در این راستا دارا می باشد. بنابراین گفته می توانیم که تنگه های بین المللی از جمله مناطق نهایت استراتژیک جهانی بوده و نقش اساسی را در تحولات بین المللی دارا می باشد. نقش تنگه های بین المللی در تحولات اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی جهان از جایگاه اساسی برخوردار می باشد. بدین جهت است که برای تنگه های بین المللی وصف بین المللی را فعل شده و برای آن قواعد حقوقی را وضع نموده و برای آن قواعد حقوقی را وضع نموده که همه بشریت از آن بتواند به صورت اساسی استفاده نماید. بنابراین آبراها و تنگه های بین المللی عامل بسیار تنش‌زا در زمین روابط میان کشورها بوده و گاهگاه سبب اختلافات و جنگ ها و درگیری ها به صورت گسترده و اساسی میگردد. قبل از این که من و شما بحث را رو تحت عنوان از این داشته باشیم، نحوه اعمال حاکمیت بر تنگه های بین المللی گفته میتونیم که در بحث تحت عنوان نحوه اعمال حاکمیت بر تنگه ها، اگر تنگه های بین المللی جزء آب داخلی یک دولت بوده باشد، در آن صورت دولت حق کامل حاکمیت و مالکیت را بر آن دارد. اگر جزء آب بین المللی بوده باشد، در این صورت هیچ نوع حقی را دارا نمی باشد. مبتنی بر قواعد بین المللی همگان حق استفاده از آن را به صورت اساسی دارا می باشد. بدین جهت گفته می تانیم که هرگاه تنگه ها امنیت ملی کشور مورد تهدید قرار بگیرد، مشروط بر این که این رفت آمد کشتی ها خصمانه بوده باشد و نقض تعهدات قواعد از قبل تدوین شده بوده باشد، در این صورت کشورها می توانند با توسل به نیروی نظامی تنگه ها را مسدود نماید وجه تصمیم بین المللی تنگه ها برمی گردد و قضیه کانال کورفو در سال 1949 میلادی و کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت مجاور می باشد که در سال 1949 در کانال کورفو کشتی های انگلیسی
کشتی های انگلیسی کشتی های آلمانی را آماج بمب های دریایی قرار داده و در نتیجه این بحث مطرح شد و بالاخره در کنوانسیون 1958 حق در تأمین دسترسی به تنگه ها برای همه بشریت به رسمیت شناخته شد و همه بشریت میتوند که از این تنگه ها به صورت اساسی استفاده نماید. خب حالا میپردازیم به بحث تحت عنوان از این که در بحث گسترش آبهای سرزمینی و زمینی تأمین عبور بدون ضرر از تنگه های بین المللی را گفته میتانیم که در این راستا به صورت اساسی کلیه دولت ها و علل خصوص در نتیجه کنفرانس سوم حقوق دریاها در سال 1970 میلادی در صورت هر نوع گسترش آبهای سرزمینی زمینه تأمین عبور به ویژه به کشتی های جنگی از تنگه های مهم استراتژیک جهان باید اعطا گردد. خب ما در چند تنگه مهم بین المللی را که در سطح جهان دارا می باشیم، تنگه هرمز، تنگه باب المندب، تنگه دوار و تنگه تیران و همینطور چند موارد دیگر نقاط استراتژیک تنگه های استراتژیک بین المللی در سطح جهان می باشند. رژیم حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی و فلان گرامی گفته می دانیم که این رژیم حقوقی حاکم بر سه نقطه تأمین می شود. یکی رژیم حقوقی حق عبور بدون ضرر، دوم رژیم حقوقی عبور ترانزیت و سوم نظام معاهده‌ای خاص می باشد. بحث اول حق عبور بدون ضرر برمی گردد به قواعد کنونسیون سال 1958 که وضعیت حق عبور بدون ضرر را از تنگه های بین المللی به رسمیت شناخته شده ولی به این شرط که هر نوع عبور از اینجا و یا از عبور از خطوط مجمع الجزایری و یا هر یک از اینها باید بدون ضرر بوده باشد، علل خصوص عبور کشتی های جنگی نیروهای خارجی یک دولت دیگر. دوم نظام حق عبور ترانزیت می باشد که مطابق کنوانسیون 1982 و کنفرانس اول ملل متحد درباره حقوق دریاها در سال 1982 عبور ترانزیت و عبور از مسیرهای مجمع الجزایری بدون ضرر و در عین حال عبور بدون ضرر پذیرفته شده است که هر یک از کشورها حق عبور ترانزیت غیر قابل منع و غیر قابل تعلیق را دارا می باشد و هیچ کس نمیتواند اونان را این کشورها را دین حق محروم نماید. و سوم نظام معاهدوی خاصی است که این نظام برمیگردد به یک سلسله استثناءات در کنوانسیون 1982 که دولت ها طبق معاهدات خاص نظام عبور را برای تنگه ها تعیین میکنند، مثل معاهدات منعقده درباره تنگه های ترکیه، جبل طارق، ماجیلان، تنگه تیران و تنگه های دنمارک میباشد در این راستا تعیین کرده. خب مثلان گرامی بحث دیگر من و شما فلات قاره یا دشتاب می باشد. فلات قاره را تعریف می کند که عبارت از ایوان خشکی یا بخش خشکی و سطح شیبدار و ملایم از بستر آبهای کم عمق گفته می شود که از انباشت توده های شنها در ساحل ایجاد کرده است. فلات قاره عبارت از دیوان خشکی و سطح شیبدار ملایم و بستر آبهای کم عمق گفته می شود که از انباشت توده های شنهای ساحل ایجاد گردیده است، یا به عبارت دیگر مجموعه از قطعات بخش از کف دریا بوده که از خط پسترین جزر ساحلی تا نقاط عمیق آن امتداد می یابد الی عمق 130 متری که به نام فلات قاره یاد می شود خب مثلان گرامی فلات قاره را ما با هم درک کردیم و دانستیم. حالا میخوایم بدانیم که یک دریا معمولا از سه قسمت تشکیل میشود. اول بخش از کف دریا که با شیب ملایم از خط پسترین جبر ساحلی تا عمق 130 متری است که این منطقه را گاف در اضافه تن زیادتر میشه این قسمت را فلات قاره یاد میکنه. دوم بخشی از کفه که با فلات قاره چسبیده حدود 12 تا 3500 متری که به نام سراشیب یاد میشه. سوم بعد از شیب فوق ذکر بخش ملایمتر از کف دریا تشکیل یافت که به نام فیش قاره مشهور است. فلات قاره
گفته می دانیم مبنای حقوقی فلات قاره برمی گرده و کنونسیون سال 1982 حقوق دریاها که شامل بستر و زیربستر مناطق آب در ماورای دریای سرزمینی می باشد. خب، اهمیت فلات قاره در بحث استخراج منابع طبیعی و فلات قاره در حاکمیت نسبی یک دولت قرار دارد. در حاکمیت نسبی یک دولت قرار دارد. خب محصلان گرامی، وقتی من شما فلات قاره را درک کردیم و فهمیدیم، بیشتر بحث فلات قاره در اکتشاف، بهره برداری، ایجاد تأسیسات، حق آزادی کشتیدانی و آزادی که آزادی قرار دادن کیبلها و لوله‌های دریایی می باشد. بنابراین در فلات قاره دولت ها دارای حاکمیت نسبی می باشد. بحث حاکمیت کامل و مطلق یک دولت قرار ندارد. مثلان گرامی می رسیم و پایان قسمت اول جلسه دوم درسی من شما